اولین فساد اقتصادی پرسر و صدا در ایران اختلاس 123 میلیارد تومانی بود که اوایل دهه 70 رخ داد و فاضل خداداد اعدام شد. حدود 10 سال بعد نام شهرام جزایری بر سر زبان ها افتاد. جوان 29 ساله‌ای که با عنوان مفسد اقتصادی به زندان رفت ولی توانست در میانه محکومیتش از کشور فرار کند. گرچه نیروهای اطلاعاتی او را کتبسته به کشور برگرداندند. شهریور 90 پرونده موسوم به 3000 میلیارد تومانی رکورد رقم فساد را جابجا کرد. ناهافرید امیر خسروی اعدام شد. و همه مبلغ اختلاس به خزانه دولت بازگشت. بعد از این چشم و گوش ها پر شد از اخبار فساد تا گواهی باشد بر لزوم مبارزه سیستماتیک با فساد. قاطعیت بیشتر و اطلاع رسانی دستگاه قضایی هم بی تأثیر نبود. اما چرا اعدام برخی مفسدان اقتصادی نتوانست جلوی فساد را بگیرد؟ آیا فساد محصول فاسد شدن خود آدم هاست؟ یا فاسد شدن آدم‌ها خودش معلول است، مثلا معلول سازوکارها یا فرایندهای اداری؟ من یاسر قدسی بعد از حدود 2 دهه فعالیت خبری و رسانه‌ای می‌خواهم به قدر وسعم به این سوال‌ها پاسخ دهم. اینجا باستی هیلز است، شهرکی نزدیک پایتخت و آسوده از هیاهوی آن. اینجا صدای لودر و بلدوزر اگر به گوش برسد فقط برای ساخت و ساز است، نه تخریب. ۲۸ سال پیش یک نفر زیر این آوارها جان باخته بود در حاشیه مشهد. شعله خشم مردم از این ماجرا در تمام شهر زبانه کشید و ساختمان‌های دولتی و غیر دولتی نظیر شهرداری و هلال احمر و حتی برخی بانک‌ها و فروشگاه‌ها را در بر گرفت. چند روزی هرج و مرج بر شهر حاکم شد که به قائله 9 خرداد مشهد معروف است. اینجا روی دیگر همان سکه است، روی پرزرق و برق بیقانونی در ساخت و ساز. لواسان، در حاشیه که نه، چند کیلومتری پایتخت. خبری از حاشیه نشینی نیست. اینجا نه خانه ای غیر قانونی بر سر ساکنانش آوار می شود و نه صدای اعتراضی بلند است. ساختار کمیسیون ماده صدها در جاهایی مثل لواسان اصلا سازوکارش فساد انگیزه، مستعد از اینکه آیا حالا اون عضو شورای شهر یا نمایندگی در کمیسیون ماده صد وجود داشته خودش چقدر آدم صالح یا فاسدیه، این سازوکار به راحتی میتونه هر کسی دیگه ای رو هم فاسد کنه. الان این کاملا برعکس شده، تبدیل شده به این که ابزاری برای اینکه اقشار نه تنها کم درآمد بلکه اقشار بسیار پردرآمد جامعه از این موضوع استفاده میکنند. یعنی در بحث ساخت و ساز الان طوری هستش که یک فردی که کم درآمد است یا محروم دنبال ساخت و ساز نیست، او بیشتر مصرف کننده است اتفاقا و آسیبی بیشتر رو او میبینه. کمیسیون ماده 100 در واقع با اعلام جریمه‌ای که برای یک بنایی که نباید ساخته بشه و ساخته شده، پروانه نباید صادر میشد و پروانه داده شده، عملا این سازنده هستش که در واقع سودش رو داره میبره. باید 4 طبقه بسازه، رفته 10 طبقه میسازه، 4 طبقه دیگر را جریمه میده، از فضای عمومی استفاده میکنه بدون اینکه مجوز داشته باشه و همین فضا را داره میفروشه به همین افراد کم درآمد با قیمت آنچنانی. بعد آخرش هم در خیلی از موارد امکانه حتی صدور سند اینها هم فراهم نمیشه، به لحاظی که نمیتونه پایان کار بگیره، مواجه با در بعضی پرونده مواجه با تخریب میشه، تبعیض آمیز بودنش در واقع پیش میاد برای این موضوع، کاملا مبانی را عوض میکنه. این قانون اصلا برای این تصویب شد که اگر افرادی خانه ساختن یه تخلفات خیلی کوچیکی داشتن، آدم‌های به اصطلاح ضعیف،
اینو دیگه ما نریم تخریب کنیم، بریم این دولت یا اون مثلا شهرداری به اینا کمک کنه، یه جریمه مختصری از اینا بگیره تا اینها خونهشون تخریب نشه، کارشون رو انجام بده. فرض کنید داره خونه رو ساخته، یه 2 متر اضافه ساخته، 3 متر اضافه ساخته، بالکن یه ذره اضافه ساخته. از این کارا که میکردن، مثلا آپارتمانش بخواست کوچیک نشه بالکن رو حذف میکرد، این کارا که میکردن. اما در عمل کاملا برعکس این در اومد، یعنی اومد به نفع اغنیا در اومد و کمیسیون های ماده 100 کاملا در اختیار اغنیا قرار گرفته. خب در لواسان که حداقل همینه و عملا کمیسیون ماده 100 و تخلفاتش فقط وسیله است برای توجیه بزرگ سرمایه‌داران و بزرگ مالکان و کسانی که اصلا این عدد و رقم های جریمه دیگه براشون اهمیتی نداره. من حس میکنم فلسفه کمیسیون ماده 100 در طول ادوار به کلی تغییر پیدا کرده، یا همون کسی که بالاخره کارش ساخت و ساز و تولید مسکن هست با ظرفیت قانونی دنبال سود و منفعت بیشتر برای خودش، که این سود و منفعت بیشتر نتیجهش تضییع حقوق عمومی و عامه است. یعنی چی؟ تبعیض درش هست، تفاوت درش هست، فساد درش هست، دارا شدن غیرعادلانه نامشروع هست، که همه اینا در قانون منع شده. سال 1345 قانون ماده 100 شهرداری ها تصویب شد. این قانون میگوید هر ساخت و سازی باید مجوز شهرداری داشته باشد. سال 55 اضافه شدن یک تبصره تشکیل کمیسیون ماده 100 را به دنبال داشت. از شهرداری والا هیچ عهدی در این محوطه اجازه نگرفتن که دومیش ما باشیم، ولی من به دلیل اینکه چون وارد مثلا کارهای ساختمانی بودم رفتم اونجا، گفتم که ما اینو داریم میسازیم و خلافم داریم میکنیم، بعد گفتن که ما پرونده رو میفرستیم برای ماده 100، ماده 100 براتون جریمه تعیین میکنه، بعد وقت میان جریمه شو میپردازیم و تعلیبتون روشن میشه. میشه و چند بار اینا رو میبرید به شهرداری. چندین بار عرض کردم پرونده هاش منعکس هست، بارها جلوگیری شده، صورت جلسه شده، تعهد ازشون عقد شده، اخطار کتبی بهش میشده و چندین بار به دادستانی اعزام شدن، در دادستانی تعهد ازشون عقد شده که کارو ادامه ندن، ولی متاسفانه هیچ توجهی نکرد. و امیدواریم که با این مصاحبه‌ای که شورای انقلاب گذرونده اخیراً این مسئله واقعا به صورت قاطعی در بیاد و به صورت حادی از ادامه بی‌رویه این ساختمان‌ها که واقعاً در آینده یک فاجعه‌ای به بار خواهد آورد نظر خدمات شهری گرفته بشه. کار این کمیسیون برخورد با ساخت و سازهای بدون مجوز از طریق قلع و قمع یا جریمه بود. از اینجا تشکیل کمیسیون ماده 100 که منشأ اصلی و انحراف اصلی در حوزه ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی از اینجا شروع شد که اساساً خدمتتون عرض کنم که کمیسیونی در نظر گرفته شد. بعداً در سال 1358 چند تا از تبصره های خدمتتون عرض کنم که ذیل ماده 100 اصلاح شد و نحوی که الان وجود داره و حالا خلایی که در این قانون وجود داره، نگاهی که قانونگذار در اون زمان داشته، برداشت هایی که از این قانون میشه از باب اینکه شهرداری ها میگن الزام نداری، ما مفید اختیاره، میگه مجاز شهرداری، شهرداری من تکلیفی ندارم. شهرداری ها قبل از به اصطلاح جنگ 8 ساله درآمدی از حاصل از فروش نفت هم داشتن، یعنی صرفا درآمدشون از عوارض و اون مبالغی که از مردم میگیرن بابت عوارض حالا در به اصطلاح شکل‌های مختلف نبود، چون ناظر به حقوق عمومی بود. به هر حال شهرداری‌ها اصلشون بر رعایت حقوق عمومیه. از یه زمانی این درآمد قطع شد، یعنی شهرداری‌ها مستقل شدن و قرار شد که درآمدشون رو خودشون تأمین بکنن. به نوعی میشه گفت آسیب شناسی اگر بخوایم بکنیم، روی کرد از اون زمان به مرور یه نگاهی
به وجود اومد در شهرداری ها شاید قبلا بود، قبل از این، ولی این تشدید پیدا کرد به این معنا که شهرداری ها دید درآمدی پیدا کردن نسبت به تخلفات ساختمانی. معمولا قانون اینو پیش بینی کرده بود که شهرداری ها جلوی مثلا تخلف رو بگیرن، یعنی حتی لحاظ شده که در موقع ساخت مامور شهرداری میتونه حتی بیاد مانع بشه، ولی متاسفانه شهرداری اکثرا یا میذارن که تخلف انجام میشه، یعنی جریمه میکنن، از اون درآمد کسر میکنن، که خیلی از افراد مثلا میخوان پروانه بگیرن، اینا ما نمیذاره. خب باشه، پروانه همون چیزی که شهرداری میده میگیرن، ولی اون چیزی که دلشون میخواد میسازن، بعد میرن ماده 100 جریمه میشن میان. یعنی ماده 100 عملا یه نوع درآمدزایی شده برای شهرداری. یا تبدیل به جریمه میشه که نفع اقتصادی درش هست با تفاوت قیمت هایی که در ملک و در واقع میزان هزینه وجود داره، تخریب هم جریمه نشود، حکم بر تخریب و اعاده هم در کمیسیون ماده 100 صادر میشود، اعتراض میکنه در دیوان هم تایید میشود، باز هم اجرا نمیشود. چرا اجرا نمیشود؟ برای که ما شاهد یک آمار 250,000 پرونده ای از زمان اوایل انقلاب در کمیسیون ماده 100 هستیم، یا در دیوان تایید شدن یا در همون کمیسیون ماده 100 قطعی شدن ولی اجرا نشده. متاسفانه این حالا ملموسه، این تجربه ما این رو میگه، پرونده های متعددی که در دیوان ما داریم رسیدگی میکنیم، ما بارها از شکات یا از مالکینی که مرتکب تخلف شدن اینو شنیدیم، شاید روی کاغذ نباشه ولی این شنیده شده که آقا من پروانه گرفتم، میگه چرا مطابق پروانه نساختی؟ میگه شهرداری به من گفت برو بساز، بعدن میبریم ماده 100 جریمه‌شو میدی. فی الواقع شهرداری ها مالکین رو یا افراد رو در یه مسیری قرار میدن که این وجوه اخذش صورت قانونی پیدا میکنه. قانون فعلی میگه که تخلف میتواند شکل بگیره و بعد شما رسیدگی میکنید، در حالی که اگه ما میخواییم با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد بکنیم، از اون اول نباید بذاریم شکل بگیره بعد برخورد بکنیم. بحث بعدیش اینه که حالا اگرم جریمه تعیین شده، این جرایم ضرایبش و اینا بازدارنده نیست، به قول خودمون سازنده رو نقره داغ نمی کنه که در حقیقت دفعه بعد این کار انجام نده. یعنی میگه که ما یه قیمتی گذاشتیم که بازم یارو میره این تخلفه رو ادامه میده چون براش سود میکنه. الان به موجب تبصره‌های فعلی شهرداری گزارش میدهد. اگه کسی ازش سوال کنه میگه من گزارش دادم به کمیسیون. میگه گزارش دادم به کمیسیون یک وظیفتون بود، ولی به موجب ظرفیت فعلی ماده 100 و خود ماده 100 تبصره‌ای جلوگیری از ساخت تخلف ساختمانی هم یه وظیفتون بود. شما با گزارش جلوگیری کردی یا با گزارش فقط منعکس کردی؟ پس اون پیشگیری اولیه و اون در واقع ولی در این قانون میگن اگر در این تر اگر شهرداری ها به موقع و یا خدمتتون عرض کنم به تکلیف اون نظارتی خودشون، پیشگیری خودشون، برخورد اولیه برای جلوگیری از تخلف و انعکاس به دستگاه قضایی و دادستان تعلل کرده باشن، دارای مسئولیت کیفری هن. وقتی که تشخیص بر اساس صلاحیت تشخیصی بر عهده یک کمیسیون قرار گرفت بدون وجود معیار و ضابطه قانونی، تبعیض لاجرم اتفاق میفته، ناخواستن بعضی موقع اتفاق میفته. و اعضای کمیسیون ماده‌ست در حالت خیلی خوشبینانه یک ماه پیش یه رأی صادر کرده، امروز نمیدونه بر چه مبنای اون رأی را صادر کرده، امروز یه رأی مخالفون را صادر میکنه، میشه تبعیض. این در حالت خیلی خوشبینانش. نهایت جلوگیریش اینه که شهرداری میگه من ارجاع میدم به کمیسیون ماده‌ست. کمیسیون ماده‌ست یه کمیسیونه، یک رونده، یک مرجع شبه قضاییه، دارای روند رسیدگی هست. گزارش میره، اون گزارش رو میفرستن برای مالک، مالک باید پاسخ بده. شعبه بعد کمیسیون بدوی میره، تو کمیسیون بدوی باید رأی بده، نظر بده، جلسه بده، لازم باشه جلسه اخذ توضیح بذاره های مسئله. بعد اعتراض میشه، شو کمیسیون تجدید نظر. همین این روند خودش شهرداری
ببخشید این اینی که یک کسی مرتکب یک خلافی میشه، من به جای پلیس به جای اینکه بیاد مانع در واقع وقوع یک جرم مشهود بشود، دست رو دست بذاره برد شکایت کنه به دادگستری. کمیسیون ماده 100 کارش اینه در واقع، قانونی کردن، خیلی به زبان ساده بگیم قانونی کردن تخلفات. تخلفی که برخلاف قانون انجام شده را ما با دریافت مبلغی تحت عنوان جریمه تبدیل میکنیم به قانون. و چه اتفاقی میفته؟ نتیجهش به عبارت بسیار خودمانی تر بگیم، میگیم شهر فروشی. نتیجه کمیسیون ماده 100 اینه دیگه، میگه آقا شما تخلف کن، برخلاف قانون بساز، من جریمه میکنم، یه مبلغ پولی میدی تحت عنوان جریمه. نتیجه این میشه. آیا هدف مقنن این بود؟ قطعا این نبوده. تصویر شهر فروشی این است. ساختمان‌های چند طبقه‌ای که ناگهان وسط بافت‌های قدیمی و در میان ساختمان‌های یکی دو طبقه سر برآورده و حریم خانه‌های اطراف را نشانه رفته. شهر فروشی همین متراکم کردن شهر است به قیمت افزایش ترافیک و کاهش جای پارک خودروها. تبصره های ذیل ماده 100 فعلی یک شرایط برد برد برای متخلفین ساختمانی و برای شهرداری است. برد برد یعنی چی؟ یعنی از یک تخلف دو طرف برد میبرن، برد میکنن و سود میکنن. اون چی که متضرر هست حقوق عامه است. ما یک موضوع بزرگتری داریم به نام حقوق عامه. دید شهری رو بعضی وقتا ما داریم خراب میکنیم، بعضی وقتا داریم در منزل شخصی یک فرد دیگری حریم شخصی اون فرد رو دچار مشکل میکنیم. اینها موضوعاتی است که حقوق عامه است. وقتی ما یک ساختمان بزرگی رو میسازیم، چندین واحد مثل بازار موبایلی که عرض کردم و پارکینگ اون رو تامین نمیکنیم، تقریبا محیط کاری و اجتماعی اون منطقه از شهر رو تحت تاثیر قرار میدیم. کسی اگر قراره به اون منطقه یک از اون منطقه گذر هم بکنه، دقایق و ساعت‌هایی که مجبور میشه در ترافیک اون منطقه به دلیل نبود پارکینگ در اونجا معطل بشه، همه اینها رو ما داریم به اون شهروندان تحمیل میکنیم. لذا در حقوق عامه ما نمیتوانیم به این راحتی یک جریمه رو با پرداخت هر مبلغی به شهرداری اون شهر به بهانه اینکه ما میخوایم درآمدزایی بکنیم، زمینه آشفتگی اجتماعی و فراهم شدن یک فضای عصبی در اون شهر رو برای شهروندان خودمون برمقام بیاریم. اصل بر اینه که کمیسیون باید در ابتدا بره به سمت تخریب. یعنی حقوق عمومی اختزاش اینه که اگر ساخت و سازها به اصطلاح خارج از پروانه باشه، شهر کلن به هم میریزه، نظم و سامان شهر به هم میریزه، نهایتا حقوق عمومی دچار صدمه میشه. مسئله اینه که همسایه ما یه ساخت و ساز غیر اصولی داشته، مخالف اصول شهرسازی و باعث سایه اندازی شدید بر من که پدری من شده، که بدون اینکه حق ما رو در نظر بگیرن ماده 100 اومده بهش مجوز داده. خب حق همسایه که از حقوق شهروندی و باید رعایت بشه متاسفانه نشده. خب من یادم یکی شهردار مناطق تهران، الان یادم چه شهری بود، یه دفعه من تماس گرفت گفت آقا این کاری که شما کردی محل درآمد ما رو از بین می‌برید. گفتم اینو با تخلف دارید شما درآمد کسب می‌کنید. دقیقا تعبیرش این بود، شما محل درآمد ما رو دارید کور میکنید. ما شهرداری از همین تراکم فروشی درآمد داریم، داریم خدمات ارائه میدیم. خب این بیورزگی سیستم اجرایی ماست دیگه. به جای اینکه بیاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ایجاد کنه، سراغ چی میره؟ درآمد آسونتر. آقا تو برو اضافه بشه، خب بساز جریمهش هم به من بده، حالا من بیام انجام بده. خب در عمل چی شد؟ در عمل یه اتفاق بدتری افتاد. این بناهای چشم نواز، این ساختمان در دل طبیعتی بکر، برخی هایش از دل چشم بستن بر ساخت و ساز در شهرداری ها بالا رفته. اشکال کار جایی بروز می کند که این بالا رفتن ها و جریمه پرداختن ها آغاز داستان عبور از قانون است. در همین فرایند است که نظام اداری شهرداری ها تبدیل به منابعی می شود تا جلوی تخریب ساختمان را بگیرد
و برای اینکه این مقصود حاصل شود باید رشوه پرداخت. این جریمه‌ای که طرف بد بده تو جیب شهرداری نرفت، یعنی آمدن افراد مختلف رشوه گرفتن. یعنی شما نگاه میکنید از همون پایین دیدن خب این داره تخلف میکنه دیگه، بعد این از این پایین عادت کرده بود که رشوه بده. یه بند خوده خودش به من گفت، گفت من فقط به اون آدم های دم دست به تعبیر خودش سپورها 30 میلیون رشوه دادم. این که میگم مالا مثلا 3 سال پیشه. فرایندی که دستگاه های نظارتی میگویند حداقل در 5 مرحله برای اینکه قانون رأی به تخریب بنا ندهد شهروندان رشوه میدهند، تا اولا پرونده آنها به کمیسیونی برود که بتوانند فقط جریمه را پرداخت کنند و در عین حال درصد جریمه اعمال شده در پرونده آنها کاهش یابد. همه و همه اینها مراحلی است که باعث می شود یک شهروند رشوه دهد برای این که کمیسیون ماده 100 اضافه بنای ساخته شده را قبول کند. ببینید یه مسئله‌ای که ما در حوزه خرید تخلفات داریم اینه که این مهم نیست شما مرجعش رو شهرداری قرار میدید و یا هر مرجع بالا دستی. به محض اینکه شما به بخشی از جامعه و شهروندان اجازه میدید بابت انجام تخلفاتشون بتوانن اون تخلف رو با پول بخرن و یک اتفاقی که به صورت دائمی رخ میده. ببینید یه زمانی شما از چراغ قرمز عبور میکنید پلیس شما رو جریمه میکنه. این که حالا درآمد این جرائم در کجا واریز بشه، چه اتفاقی بیفته، این جرائم میتواند بازدارندگی داشته باشه در گام یک، چون دستاورد بلند مدتی برای فرد نداره. دو، این تخلفش زمینه خرید و فروش رو در آینده فراهم نمیکنه. کسی با ماشینش از چراغ قرمز نمیگذره به قیمت ماشینش اضافه بشه. ولی وقتی شما ملکتون رو چند طبقه روی اون میسازید و بعد میروید این تخلف رو میخرید، ایرادی نداره، شما دارید قیمت متراژ اونجا رو افزایش میدید و دوباره به بدنه اجتماعی دارید فشار مالی وارد میکنید که بتوانند به اون جرمی رو که مرتکب شده و اون مبلغی که پرداخت شده رو دوباره در مناسبات اقتصادی بعدی اون فرد درآمدزایی واسش ایجاد میشه. لذا این تخلف جز اون تخلفاتیه که اتفاقا ارزش افزوده برای متخلف ایجاد میکنه. بر همین ما باید مانع اصل تخلف بشیم. یعنی ماده 100 در حوزه تخلفات بخشیش فسادی است که در سیستم اداری ممکن است فراهم کنه، که البته کسی نگفته این رو اگر از شهرداری بگیرید به ارگان دیگه بدید اون ارگان میتونه سلامت اداری خودش رو حفظ بکنه. وقتی میگیم 13,000 پرونده تخلفات ساختمانی یا اعتراض به رأی ماده 100 در دیوان سالیانه تشکیل میشد، یعنی 13,000 ساختمان ساخته شده یا پروانه گرفته اضافه بنا ساخته یا پروانه نگرفته بدون پروانه ساخته، که هر دوی اینها موجب ضعف نظام اداری و نظام خدمتتون عرض کنم که نظارت بر ساخت و سازه که عمش شهرداری درش هست، مهندس ناظر که در حوزه صلاحیت و یا زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی هست. تقریبا 7 سال ما درگیر این بحث پرونده کمیسیون ماده 100 هستیم و اگر کمیسیون ماده بدوی اگر رعایت میکرد طبق مقررات به پرونده رسیدگی میکرد، فکر نمیکنم این همه مشکلات ایجاد میشد. اما اگر قرار بر این باشه که در صدور پروانه ها شهرداری سختگیری های خودش داشته باشه، تسهیل نشه این کار و از اون طرف ساخت و سازهای غیر مجاز هم جلوش گرفته بشه، این دقیقاً همین اثر را خواهد داشت که باعث می شود که مسکن گرون بشه و ارزم خدمت باز یه ابزار و حربه دیگری باشد برای ارزم خدمتون شهرداری و سازندگان. چون قوانین محدود کننده ایه. این قوانین محدود کننده و مسدود کننده با همون نگرش چندین سال قبل نوشته شده، الان شرایط تغییر کرده، پاسخگوی نیاز امروز نیست. در برخی از شهرها خوب اختلاف هم بسیار زیاده. در بعضی از شهرها مثل مشهد یا در بعضی از کلان شهرها طرح‌های تفصیلی مثلا مربوط به 30 سال قبله، 35 سال قبله. ببینید شهر یه به اصطلاح جامد که نیست، که یه چیز سیاله دیگه. شما تهران 50 سال پیش با تهران الان اصلا قابل مقایسه نیست که. طرح تفصیلی، طرح جامعه هر چند سال یه بار میتونه چیه عوض بشه. بس اینجا نقطه کلیدیه، یعنی اون مقامات یا اون دستگاه‌هایی که متولی طرح جامعه باید طرح جامعه رو به روز ببینن، آپدیت کنن، لحظه به لحظه رصد کنن.
کمیسیون ماده 100، کمیسیون ماده 100. آنقدر این اسم زیاد شنیده شده که بعضی ها و شاید بعضی اعضای خود کمیسیون هم آن را با شهرداری اشتباه گرفتند. ببین، تبدیل مسکونی به تجاری، کمیسیون های ماده 100 بعضن میان اینو تثبیت میکنن. اصلا تبدیل مسکونی به تجاری مجوز کمیسیون ماده 5 میخواد، شورای عالی شهرسازی معماری، کمیسیون ماده 5. اصلا تثبیت تجاری یعنی من مسکونی رو کردم تجاری. اصلا کمیسیون ماده 100 نمیتونه راجع به این بگه که اشکالی نداره تثبیت بدون طی فرایند کمیسیون ماده 5. به اتفاق این دوستانمون که همه در یک مجموعه، در یک ساختمان مشتمل زندگی میکنیم، حدود 20 سال هستش که یک سری آپارتمان رو پیش خرید کرده بودیم، رو سقف سوم چهارم پیش خرید کرده بودیم. الان حدود 20 سال است که ما درگیر سند این خونه هستیم و همچنان درگیر این موضوع هستیم. هیچ کم به دادمون نمیرسه. شهرداری رفتیم، دادگاه رفتیم، همه جا مراجعه کردیم، سند به ما نمیدن. اونم به خاطر اینکه یک داخل مجتمع یک واحد تجاری غیر مجاز بنا شده، شهرداری به بهانه اون بنای غیر مجاز، مغازه غیر مجاز، کار ما رو نگه داشته. اختیاری که به کمیسیون ماده 100 داده شده اینه، میگه در صورت ضرورت تخریب، در صورت غیر ضرورت جریمه بده. چه کسی را معیارهای ضرورت و غیر ضرورت چیه؟ هیچی در قانون وجود نداره، کاملا تشخیصی، امر تشخیصی. تو حوزه زمین اولا بزرگترین مسئله و مشکلی که وجود داره تعدد دستگاه‌های تصمیم گیره. شاید 10-15 تا دستگاه هستن که تو حوزه زمین اینا صاحب نظرن و میتونن مجوزهای مختلفی رو صادر بکنن. شما حساب کن یه ماده قانونی که تنظیم میشه، این ماده قانونی باید توسط یه نظام اداری و یه نظام اجرایی پیاده بشه. باید این نظام اداری و اجرایی سلامت و اعتقاد در حقیقت کافی داشته باشه به کار درست، وگرنه اینو دست هر کسی بدی ممکنه این عدالت محوری دچار خدشه بشه. شهرداری درآمد خودش را از محل وقوع تخلف تأمین میکنه. بدترین نوع در واقع نگاه به تخلفات ساختمانی همین روی کرده که وجود دارد. یعنی ما بیایم بحث تخلف را مبنای کسب درآمد و اداره شهر برای اداره شهر قرار بدیم به عنوان یه منبع درآمدی. کمیسیون ماده 100 الان تقریبا تبدیل به این شد، به این موضوع شد. چون شهرداری میگه تخلف اتفاق بیفته من جریمه بگیرم تا بتونم شهر رو اداره کنم. شاید اونم تقصیر در این قسمت نداشته باشه، میگه خب من که درآمد پایداری ندارم، بس بنابراین باید چیکار کنم؟ شهرم باید اداره بکنم، هزینه داره اداره شهر، از کجا بیارم؟ از یکی از طرق منابع درآمدی من میتونه جریمه های ماده 100 باشه. ساکنین یه مجتمع که همه اون موقع تقریبا جوان‌تر بودن الان صاحب فرزندانی شدن که اونا هم بچه دار شدن، ولی ما هنوز به راهکار که مشکل ما رو حل کنه نرسیدیم. متاسفانه روابط، حالا نمیدونم، فساد اداریه، فساد ارتباطیه، اون چیزی که الان خود شما هم همه بهتر میدونید، از صدا و سیما پخش شده، از همه رسانه هایی که باید تلاششون رو میکنن پخش کنن کردن، ولی متاسفانه راه به جایی نبرده. ما مشکلمون همچنان باقیه و امثال ما هم زیاد هست. ما در شرایطی الان به سر میبریم که بیش از 250,000 رأی قطعی در کمیسیون های ماده 100 در سطح کشور داریم که عموم اینها قابلیت اجرا نداره. یعنی اینکه ما بخوایم آن چیزهایی که ساخته شده رو همه رو قلع و قمع و خراب بکنیم و تخریب صورت بگیره به نظر میرسه خیلی عاقلانه نیست و ادامه این مورد میتواند هی حجم این پرونده ها رو افزون بکنه. ما نزدیک به 14,000 و بیش از 13,000 قطعاً پرونده در دیوان عدالت اداری داریم که این پرونده ها در دیوان عدالت اداری در مرحله اجرا هستن و مردم معطل این موضوع هستن. خب از یک طرف دیگه شاهد این هستیم که در کنار این پرونده هایی که قطعی میشه و عموماً آلونک هایی هستن که دارن تخریب میشن، شاهد دریافت مجوز کاخسازی هایی در اقصا نقاط کشور از جمله همین اطراف تهران در لواسان، دماوند و جاهای دیگر هست.
اینجا منطقه فرحزاد در حاشیه شمال شهر تهران است، جایی که حاشیه نشینان را به ساخت آلونک هایی به عنوان سرپناه سوق داده. اما شهرداری اینجا خیلی سفت و سخت است. الان مدت مدیدیه، حدود 4-5 ساله اینجا در واقع کوهستان بود، ساخته شده. حالا زمین هایی را یه افراد سودجو به قیمت های گزا فروختن به افرادی که واقعا بی‌بضاعت بودن و اومدن با چنگ و دندون حالا هر جوری شده آجر رو آجر یه بگم گذاشتن و الان به این وضع در اومده. نه امکانات شهری، آب، برق، حالا گاز خیلی به سختی بهشون دادن، ضمن این که الان شهرداری به هیچ عنوان خدماتی در واقع نه تنها در اینجا بلکه در فرحزاد به هیچ عنوان خدمات شهری آنچنانی که باید بده نمیده. ما نمیدونیم اگر فرحزاد جزء روستاست، جزء در واقع ده هستش، امکانات بس روستاییش کجاست؟ اگر جزء شهره که قطعا جزء شهره و با سعادت آباد حدود 1000 متر فاصله، 1 کیلومتر فاصله ده، متاسفانه امکانات شهری زیر خط صفره. الان ملاحظه میکنید، مشاهده میکنید این وضعیت در واقع خیابون بندی، نه آسفالتی، نه جدول کشی به هیچ عنوان. به خداوندی خدا اگر یه زلزله دو ریشتری بیاد این ساختمون مثل قوطی کبریت میاد پایین. این ساختمون کاملا تخریب میشه. باید اینها رو ما به دید مسئولین برسونیم. باید اینا مسئولین شهرداری بیان نگاه کنن. اینا همه فردا خطرآفرینه. نه تنها فردا، هر لحظه خطرآفرینه. تو این خانه و تو این ساختمون 4 طبقه است. 4 تا 5 نفر باشن 20 نفر زندگی میکنن. یه اتفاقی بیفته این ساختمون برگرده درجا 20 نفر کشته شدن. به خدا شهرداری مسئول این کاراست. شهرداری باید پاسخگو باشه. اما اینجا در فاصله چند کیلومتری همان شمال شهر تهران کاخهایی سر برآورده که نه تخریب شده و نه خیلی هایشان حتی جریمه دادند. دیگه الان این حجبه تو روستاها هم رفته. یعنی چون نگاه میکنی یه روستایی که روستاست، شما توقع دارید که صدای خروس بیاد، نمیدونم حیوان توش رد بشه، ویلاهای آنچنانی ساخته، بعدم به روستایی ها میگن آقا حق ندارید اینجا گوسفند داشته باشیم، بوش ما رو اذیت میکنه. یعنی اصلا شاکله روستا رو به هم زدن. مثلا تو موضوعات همین معماری وحشی تهرانه، معماریست، همون ظاهر و نمای شهریست. خب نما و ظاهر شهری جز با الزامات قابل کنترل و مدیریتی حل نمیشه. شما هر چی بگی آقا بله معماری تهران مثلا معماری نامناسبی است، نمیدونم فضای رومی برش غلبه کرده، معماری ایران اسلامی کو، تا زمانی که تو مناسبات اقتصادی تو وارد نشه، تو معادلات تشویق تنبیه وارد نشه، اصلا کسی اون نخواهد ساخت. یعنی با توصیه کار جلو نمیره. اینا همه سازوکار اجرایی میخواد. لذا به نظر میرسه ما در این شرایط باید به سمت حاکمیت قانون بریم. باید به جای اینکه با متخلفین پس از اجرای تخلف بخوایم برخورد بکنیم و یه عده امید به این داشته باشن که بتوانن سیستم اداری کشور رو فاسد کنن، پرداخت رشوه در این مدل ماده 100 داره در شهرداری ها رواج پیدا میکنه. خب ما به جایی که سیستم اداری رو بخوایم به سمت فساد سوق بدیم و پولدارها رو برای تخلف براشون انگیزه فراهم بکنیم، باید مانع ایجاد تخلف و اصرار بر حاکمیت قانون در کشور باشیم. بر اساس این اتفاق حداقل این دستاورد این هستش که عدالت اداری یک در سیستم برقرار میشه، دو ما در وضعیتی هستیم که مهندسی شهری و معماری شهری ما برای ما اهمیت داره. در برخی از کلان شهرهای بزرگ ما به ویژه در 5 کلان شهر اصلی کشور، اگر شما سوال کنید از در واقع مسئولین مربوطه کمیسیون ماده 100 که شما چه درصدی از تخلفات و چه درصدی از درآمد ناشی از در واقع درآمد ناشی از تخلفات رو از کمیسیون ماده 100 استخراج میکنید، عدد بسیار پایین رو به شما گزارش خواهند کرد، عددی حتی پایین تر از 1%. این در حالیه که تقریبا به اذعان همه مطالعات ما یه چیزی هولوش 60
تا 70% از درآمدهای شهری درآمدهای ناپایداری است که به نحوی به عوارض ساخت و ساز و تخلفات ساختمانی میپردازه. یه سوال اینجا وجود داره، اگر واقعا این حجم از درآمد از شهرداری ها وابسته به تخلفات و تراکمات ساختمانی و عوارضه و اون موقع اینقدر عدد کمیسیون ماده سر عدد پایینی است در واقع کلان شهرها، این اختلاف تخلفات داره کجا اتفاق میفته؟ ما حتما باید در مجلس در کنار اصلاح قانون شهرداری ها و ماده 100 قانون شهرداری ها تأمین شرایط مالی شهرداری ها رو در جای دیگه پیش بینی کنیم. این نمیشود چون ما منابع مالیمون رو در شهرداری میخوایم تأمین بکنیم دست به دریافت درآمدهای ناپاک بزنیم. یعنی اگر ما شهر رو یک نوع جامعه بزرگتر از خانواده بدانیم، همونطور که در یک خانواده سفره پاک میتواند برکتهای خودش رو داشته باشه، ثمرات خودش رو داشته باشه، در یک شهر هم همینطوره. مگر میشود ما شهر رو با درآمد ناپاک بخوایم اداره کنیم و یک شهر دینی شکل بدیم، یک شهری شکل بدیم که در اون حکمرانی دینی و عدالت محور میخواد شکل بگیره؟ شاید لازم بشه که یک راهش این باشه که به هر حال از محل بودجه عمومی کشور برای شهرداری ها یه درآمدی در نظر گرفته بشه به خاطر حفظ حقوق عمومی. یعنی اگه برگشت کنیم، من به صورت کلی میتونم الان اینو عرض بکنم که اگه دولت بالاخره یا حاکمیت، نه به معنای چی، به معنای اینکه باید بره تصویب مجلس بشه، تو ردیف بودجه قرار بگیره و شهرداری ها دوباره برگردن تو این مسیر که دیگه دید درآمدی به جرائم ماده 100 نداشته باشه. دستگیری بیش از 1000 عضو شوراهای شهر و روستا در سال 99 و 1400 و ورود سالانه 13000 پرونده اعتراض به آراء کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری یک نشانه است از کارکردهای این کمیسیون، امری که به نظر می‌رسد تقویت اصل حاکمیت قانون را زیر سوال برده و به شهروندان یادآوری می‌کند هر تخلفی با پرداخت جریمه قابل حل است. قانونی که اقتضائات جدید شهرسازی می‌گوید نیاز به اصلاح دارد و حالا مجلس به دنبال اصلاح آن است. توی طرح پیشنهادی ما چند تا نکته مثبت داریم که محوراشو من میگم خدمتتون. یک، همه موضوع به سمت پیشگیری و بازدارندگی رفته. یعنی به شما تو اصل ماده و تو تبصره‌هاش میگه که آقا من نمیذارم هیچ تخلفی شکل بگیره که بریم بعدش بخوایم باهاش برخورد بکنیم. یکی از عرض کردم محاسن در واقع این تر اینه که اصلا کمیسیونی دیگه وجود نخواهد داشت به عنوان کمیسیون که انتظاری برای مردم ایجاد بشود برای تخلفشون اونجا با جریمه پوشش داده بشه و حل بشه. انتظار درآمدی هم برای شهرداری ها ایجاد نشده که به هر دلیلی، به لحاظ ضرورت، به لحاظ عدم توانایی، به لحاظ بالاخره حالا خدای نکرده همون سوی جریانی که وجود داره، تصورشون این بوده که اگر رفت جریمه، رفت کمیسیون، نفعی برای شهرداری خواهد داشت. ممکنه برای عموم جامعه تبعیضی باشه، قواعد شهرسازی نقض شده باشه و حقوق عامه هم حتی در واقع زیر پا گذاشته شه، ولی نه، شهرداری تصورش اینه که بالاخره حداقل جریمه گیر شهرداری خواهد اومد. این روی کردم در واقع و این ظرفیت هم حذف شده. تمام اون مفرات، تمام اون در واقع راه‌های سوء استفاده بسته شده. مطلب دیگه بس فوریتش هست که در این طرح پیش بینی شده که به محض اینکه شهرداری متوجه یک تخلف شد، باید به دادستان، اولا که خود شهرداری ها در اینجا حالا بعضی موقع ها در بعضی از موارد در توجیهات غیر قابل قبولی که بعضی از در واقع حالا دستندرکاران مقابله یا مبارزه یا در واقع نظارت بر ساخت و ساز اعلام میکردن، نظرش این بود که ما ابزار نداریم، ضمانت اجرا نداریم، مثلا نیرو نداریم یا مثلا نیرو انتظامی با ما همراه. در این قانون خاص خوشبختانه شهرداران خودشون شدن ضابط این موضوعی. ضابط موضوعی یعنی چی؟ یعنی مسئولیت وقتی داره به موجب قانون باید نظارت کنه، دیگه به کسی دیگه نظارتش نباید بده، مستقیما خودش با مامورای خودش نظارت میکنه. این که ما یه قانون شهرداری داشتیم، من میگم از سال 34
تو این قانون شهرداری پیشبینی یه سری چیزا رو، بالاخره قانون شهرداری قانون قدیمیه و قانون در حقیقت استخونداریه. این که برای نظام حکمروایی شهر یه پیشبینیایی کردن که ما میتونیم از این به واسطه خدمات از این منابع استفاده بکنیم و این اختیارات در به عهده مدیر شهر باشه، اینا چیزاییه که به نظر من ماده 100 یه جزء کوچیکه، یه ماده از این قانونه. و الان قانون جامعه مدیریت شهری اگه همه اون دغدغه‌هایی که ما داریم توی مدیریت شهری رو جواب میده و الان پیش نویسش هم تهیه شده بود و حالا احتیاج به چکش شده کاری داشت و داشتش انجام میشد تا اون زمانی که من در حقیقت اطلاع دارم و تو دولت بودم، این اگه بیاد جایگزین قانون شهرداری بشه و همه این موضوعات رو ببینه، ما دیگه این در حقیقت حاشیه ها رو برای بحث درآمدی، برای بحث خدمات، برای بحث درآمد، برای بحث رسیدگی به مسائل شهرسازی نخواهیم داشت. طرف اگه میخواد مراجعه بکنه میتونه بره مثلا یه کار دیگه میخواد انجام بده، میره یه نیم بند مصوبه مجوزی یا یه دستگاه دیگه میگه همونو مستمسک میکنه تو حوزه های مختلف خودش رو کارش رو پیش میبره، نهایتا مثلا میره مرجع قضایی شکایت میکنه برای خودش احقاق حق میکنه. ما مثلا تو همین ساخت و سازهای غیر مجاز، خب اینا ساخت و ساز غیر مجاز کردن، بعد از اون بر میرفتی میدیم خب آب و برق و گاز و خدمات شهری دارن، میگوتیم آقا تخریب، میگم اگه من کارم خلاف بوده چرا به من آب و برق و گاز دادید شما امروز؟ چرا به من راه دادید؟ چرا این بخش به من اجازه داده؟ تو به من اجازه ندادی؟ این بخش من... مثلا دهیاری به من اجازه داده، میگه خب اصلا دهیاری نباید میداده، میگه من رفتی نداره که، مرجع قانونی من اجازه داد. ما اینا رو آوردیم توی یک حوزه زیر یک چتر قرار دادیم که اولا که اینا مشخص بشه، اگه یکی یه مجوزی برای یه جایی صادر میکنه و این جزء اراضیه که مثلا مسئولیتش با اون سازمانه، اینجا مشخص میشه توی این داستان. دوم مثلا این ارتباط رو سیستمی میکنیم که حالا اون رضایت و کوتاهی مسافت و اینا پیش بیاد و مانع از این اتفاقات و مفاسدی که این مابین هستش داشته. یکی دیگه چارچوباییه که بحث ما بهش میگیم خدمات زیربنایی. یعنی شما الان به ساخت و ساز غیر مجاز میگید که ما بهش مثلا رأی تخریب دادیم، ولی مثلا خدمات زیربناییشو گرفته، آب، برق، گاز، تلفن، اینی. بنابراین این فضا فضای زندگی میشه برای، فضای فعالیت میشه برای طرف، فضای زندگی میشه. اگر فرد از همون ابتدا تصورش بر این باشه که هیچ راهی برای تبدیل این تخلفش به جریمه نیست که نتیجتا تخریب هست، این در اصطلاح حقوقی میگن قاعده اقدام دیگه، یک کسی بر علیه خودش اقدام کرده منافع، انگار کسی که خودش رو از این پنجره پرت بکنه، وقتی که پرت میکنه نتیجهش هم فوت دیگه، برای خودش بر علیه، کسی نمیتونه میره مقصر قرار بگه چرا شما مثلا این فرد رو باعث مرگش، طرف با خود علم و اطلاع و لاخره با اقدام خودش. این ویژگی مشترک بیشتر کلاف‌های تو در توی فساد است، اینکه آخرش همه راه حل را اصلاح قوانین و سازوکارها می‌دانند. اما آن کلاف‌های تو در تو گاهی جلوی اصلاح قوانین یا سازوکارها را هم می‌گیرند.